ای چطوری بچه ها، خوش اومدید به یه قسمت دیگه از ریاکتیون ویدیوهای کانال خودتون. فاشو فلش ترک 3 از آلبوم آماده باشه شایر رو با هم دیگه قراره بشنیم توی این ویدیو که لینک توی دیسکریپشن هست. من لینک یوتیوب رو میذارم همراه بیهیند سینز، منتها ما بیهیند سینز رو پشت صحنه اونجوری چیزا رو نگاه نمی کنیم به خاطر اینکه خیلی طولانی میشه و 18 دقیقه است، ولی شما میتونید از اونجا ببینید. جداگونه احتمالاً یه لایو بذارم و پشت صحنه هم همه با هم دیگه ببینیم. توی دیسکریپشن دو تا لینک هست، لینک کانال یوتیوب اس نداره، لینک کانال یوتیوب دلول که دوست داشتید اونجا رو چک کنید. اینستاگرام جدید منم که قبلیشو دشمنای بیزات زدن تو دیسکریپشن گذاشتم، دوست داشتید اونجا هم چک کنید و فالو کنید. اگر فورگنگ ها رو با چی توی کامنت بریم سراغ شنیدن بابا به به شای فیت مه یار. خب من یه چیزی فقط سریع بگم، آرتیست شای مهیار، پرودوسر جعفری، بیت حامد ستاره، میکسر مستر ایمان تنها، ریکوردینگ انجینیر سیاوش کامکار، بی تی اس ویدیو فوتوگرافر، ویژوال کانتنت صالح کریمی، موشن گرافیک بی تی اس ویدیو احسانی تور، علیرضا غلامی، آی تی منیجر حامد جی، اچ فیزیکال پکیج، مشتبه پایدار فوتوگرافی. اینا دیگه بقیه چیزان، یعنی مربوط به این ترک نیست، مربوط به کل آلبومه. یه چیزی بگم، نوع ریلیز آلبوم بده واقعا تو یوتیوب، یعنی من فقط تو اسپاتیفای میتونم تک ترک رو گوش کنم. یوتیوب سانکلود که این هیچی نیست، اپل میوزیک نمیدونم، شما اپل داره میدونید، یوتیوب موزیکا همراه پشت صحنه است. یعنی تو بخوای 3 تا آهنگ شای پشت صحنه بذاری بعد 1 ساعت و ربع مثلا پشت صحنهش پلی شه واسه، یا هی باید بزنی جلو. امیدوارم ورژن آدیو خالیش هم بدونه بیهایند سینز آپلود شه. بریم سراغ ترک. ملودی جدید میشنویم از شایه، گیتاره باید بیاد اون پشت بریم. گیتار چشه شایه است بکنم، سه ششه. بابا به به چه رنگی، عجب آفتاب قشنگی، زندم جایز هستی. او یه تیکه پنیر بازیه، عجب آفتاب قشنگی، زندم جایز هستی، همین نقطه است جای اصلی. خوبتر از همیشمم، نه شبیشونم نه شبی منن، نه سلیقشونم نه سلیقه من، نه تاییدشونم نه تاییدم. خوشم و خورم، دیروز خودم رو بردم، دلم رو گوش میدم، ول کردم مخم و کلا گربم، دلم رو گوش میدم، ول کردم مخم و کلا. میرسم به این آدم که تو هر شرایطی میخوادم، میرسم به خودم مشتی پی، یعنی خودش میرسه به اون آدمی که تو هر شرایطی میخوادش، یعنی خودش. یاد بگیرید خودتون نمیخواید دزیاتون. به این آدم که تو هر شرایطی میخوادم، میرسم به خودم مشتی پیر میشم، نیاد کسی یادت. بابا به 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 این سقف، به این تخت، بابا به 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 ریختم بد. این ملودیه چی بود اضافه شد؟ این سقف، به این تخت، بابا به 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 ریختم بد نیستم. میخورم از انگور اموندش نفسم کوک، میتپه قلبم خوب خدا. چی شد داداش؟ میخورم از انگور؟ بابا به 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 این سقف، به این تخت، بابا به 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 ریختم بد نیستم. میخورم از انگور چه بیتی بود؟ موندش نفسم داشت. نهار چی داری؟ بوک میتپه قلبم. یه بیتم با نهار بزن. خدای من ممنون. میگم و میخندم مدام، صدای قلبم خدا. این مهیاره؟ نه بابا این مهیار نیست. پشتوانم اندست و پام، مهنی هستن کجا. میگم و میخندم بلند، خوشیان زب در جوان، مخم جار از غز خلم، خوشم میاد از خودم. بد بودم حالا خوبم، بد چه سلف سافیشنت. از خودم خوشم میاد، از خودم میخورم. بد بودم حالا خوبم، بد تعطیل بالا خونم، تموم میشه سر ما پولم. گرم دم اونایی که با ما بودن، گرم دم اونایی که دیدن داشتن که زیرمون موزایی که همه موندن. اون روزا پیشت داشت معرفت داشتن که زیرمون موزایی که همه موندن. اون روزا پیشت داشت معرفت و عالیشه. جایدن را میرم تو خونه شعر میخونم، یه جوری ردیفم حالا خوبه پنت میخونم. تو ماشین دنده اینگو توی بنز میرونم، عرق و وا میکنم، میگم بوی ویسکی اومد. بابا به 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 این حال، به این سال، بیشتر همه کار میکنم. چطوری خوشحالی داشت تو ایران؟ سوال دارم.
بابا عیب نیست کار میخورم بیشتر همه کار میکنم بابا عیب نیست کار جوهر مردانگیه میخورم هم مشتم بد نیست دست پختم سمت کسی نیست انگشتم گفتن منم گفتم میگم و میخندم مدام صدای قلبم خودم برش کنم من دست و پا مهم نیستن کجا میگم و میخندم بلند خوشیان زب در جوان مخم جارت از بس خودم خوشم میاد از خودم مهم نیستن گریدن بال این بود ترک بابا به به من فکرم تیزرش رو دیده آن یادم اومد تیزرش گوندم چون یه سری تیزر رو من ندیدم واقعا کلول ریاکشن داره تیزر رو نه ندیدم ترک خوشحال کننده ای دنبال کننده ی تم انگیزشی و اینسپیریشنالی که آلبوم داره احتمالا منطقه از یه زاویه دیگه داشت این انگیزه رو تزریق میکرد ترک قبلی و اینترو تا یه حدی یادمه همونی بود که احتمالا کیسه بوکس یا ویزون بود و محمد علی داشت نگاه محمد علی کلی داشت نگاه میکرد و مایک تایسون بوده محمد علی سرم میشه پایینم آماده است اونه خب ترک دو دوباره یه گریزی به بدبختی هایی که بهش گذشته سختی هایی که بهش گذشته زد و سریع و تند و فست فوروارد رسید به جایی که خب الان مثلا رسیده و راضیه توی این ترک از زبون خود قبلیش داشت خود قبلی خوشحالش داشت صحبت میکرد خود الانش احتمالا میدونیم که دیگه من نمیدونم ماشین دنده ای میگه نمیدونم ماشینش چیه ولی دیگه ای بخواد میتونه ویسکی بخوره جای سگی خب در این حد میدونیم نوش جونش خب بحثم اینه که یعنی داشت از زبون مردم بیشتر میگفت ببین یه دوتا روی کرده ما ترک هایی که چه میرم ما ترک های هر کسی هایی که ممزی ترک های گادپوری هیپاپولوژیست هر کسی ترک هایی که ترپ هن مدام داریم فلیکس های رپر ها رو توش میشنویم اینجوری بهتون بگیم که شما چرا خوشتون میاد از یه سری موزیک ها هست که برای هیت کردنش میگن بابا اینم که فقط گندگوزی بود و فلان و اینا چرا گندگوزی خوشاینده به خاطر اینکه تو چیزی تو اگر قرار طرف شبیه خودت حرف بزنه جذابیتی وسط نداره زندگی عادی خودتو داری میبینی دیگه اگر قرار همین چیزایی که میبینی و ازش خوندشه دیگه جذابیتی وسط نداره خب مگر اینجوری هم جذاب میخونن ها سورنا اینجوری جذاب میخوند الان که اگه بفهمیم چی میگه جذابه بهرام اینجوری جذاب میخوند شایعه اینجوری جذاب میخونه خب یعنی از چیزای اتفاقات از این که مثلا بطری از این که جیلیکس رو خریدم اولین هدف رویام تیک خورد جیلیکس مثلا یه جوری میخونه که خوشایند باشه ولی هر کسی نمیتونه یعنی یه ژانر حس خوب منتقل کردن و انگیزه دادن اونجوریه یه ژانرش اینه که از چیزایی میخونن شاید که چه میدونم دارن خودشون یا اصلا میگیم ندارن خودشون ولی انقدر خوب میخونن که توی تو انگیزه ایجاد میشه یعنی تو آتشت به داشتن اون چیز بیشتر میشه یا اصلا مثلا فکر میکنی داری آقا تو یه موقع احساس پولدار بودن داری احساس خفن بودن داری میری موزیکی رو گوش میدی که طرف از خفن بودنش میگه چجوری از خفن بودنش میگه حالا دو شاخه میشه یکی این که اینجوری از خفن بودنش میگه یعنی با ماشین دنده‌ای و عرق سگی به جای ویسکی و جلیکس و اینجور چیزا شاخه دوم اینه که خب از چیزای خیلی خفن میگه خب یعنی جفتش در نتیجه به تو یه حس میده اگر این ورو این ور سخت‌تره یکم یکم اینی از چیزای روزمره معمولی خوب بخونی یک کم سخت‌تره نمیگم اون ور آسون‌تره آسونه و مثلا کاری نداره اونم خوب خوندنش واقعا سخته این سخت نمود این همه رپر داشتیم همشون میلیون می‌زنن سانکلود دیگه ولی میدونی بحثم چیه بحثم اینه که شایع این شاخه رو انتخاب کرده بود یعنی از چیزای معمولی داشت می‌خوند که واجب نیست برای کسی که واقعا عرق سگی داره می‌خوره لزوما واجب نیست که در مورد عرق سگی بشنوه تا لذت ببره تا بتونه ارتباط برقرار کنه یعنی واقعا اگر هر دو شاخه‌ای که واسه بهتون گفتم این شاخه‌ای که آقا مثلا راجع به ویسکی و کوک و فلان و اینا میخونن این شاخه‌ای که راجع به عرق‌سگی و وینیستون و فلان و اینا میخونن یعنی جفتش در نتیجه یه حس تو آدم برانگیخته میکنه اگه ورژن خوبش رو گوش کنی ولی خب میگم شایع این مسیر رو انتخاب کرده بود احتمالاً برای تو دل مخاطب رپ فارسی یعنی بیشتر مخاطبای رپ فارسی واقعا همینیان که شایع گفت یه عرق سگی و دکه نمیدونم چایی و فلان اینا احتمالاً برای تو دل مخاطب رپ فارسی بیشتر فرو رفتن از این زاویه نگاه کرده بود
و اینکه کورس رو مهیار خونده بود جذاب‌تر کرده بود کارو، با اینکه صدای مهیار رو من توی ناراحتی بیشتر دوست دارم، اون تا کورس اون جذاب‌تر از ترک قبلی بود حداقل. و فلوی ترک هم فلوی شایع اینجا شبیه اون یکی ترکش با با مهیار بود دقیقاً. یه دقیقه واسه پیداش کنم. ملکوتی یک کم درام‌لاین اون یک کم شبیه بود اون ریتم جاگذاری یکی کوسنرا. فلوی شایه فرق داشت یکم، واقعا خوشحال‌تر بود فلوی شایه اینجا، تو ملکوتی ناراحت‌تر بود. منتها تبدیل تجربه اولین بار شنیدن ترک برای من، نمیدونم، من اون دوتا شاخه که توضیح دادم واسهتون، من اونجوری نیستم که بگم با این شاخه حال نمی‌کنم با این شاخه فرق حال می‌کنم یا برعکس، ولی این ترک اونجوری از اون عرق سگی و اینا به نظر من خونده نشد که مرتاد برار کنم. ترک دوی آلبوم اینجوری بود، راجع به دکه اصلا صحبت دکه و آبجوش کرد من ریدم انقال کردم. اینجا اون حس به من منتقل نشد، حالا به هر دلیل. من احساس میکنم که احساس خفن بودن همین بچه ها تبدیل تجربه اولین بار برای من چه سمایه پنج و نیم بود. شما نظرتون رو بنویسید راجع به ترک، یک ویدیو رو دوست داشتید لایک نداشتید دیسلایک، فورگنگ تو کامنت یادتون نره، ویدیوهای کانال دوست داشتید سابسکرایب یادتون نره، یه دونه زنگول بغل سابسکرایب هست دوست داشتید از آپلود ویدیوهای بعدی منتظرشید زنگول حتما فشار بدید، زنگ زدن واسه همین دارم سریع صحبت میکنم، مواظب باشید یادتون نره تا ویدیوهای بعدی فورگنگ.